در اینجا در مسجد عبدالرحمن در شهر کابل عالمان دین از ولایت‌های گوناگون گرد آمدند و خواهان آتش بس میان طالبان و جبهه مقاومت شدند. این عالمان دین با نگرانی از ادامه جنگ میان طالبان و جبهه مقاومت میگویند که این نبرد جنبه شرعی ندارد. شرکت کنندگان این گرد همایی میگویند که پس از خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان هیچ بهانه برای ادامه جنگ وجود ندارد. شما با کدام صبغه شرعی جنگ دامن میزنید و خون برادر مسلمان خود میریزید؟ این جای بسیار تاسف است. علمای معزز، اگر جیلوی حالات گرفته نشود براتان قسم میخورم که جنگ افغانستان صبغه سمتی و قومی داده رایست. دو سال با امریکا شانه دادی، مذاکره کردی، مفاهمه کردی، پشت دروازه های بستن نشست کردی، از یک کشور به کشور دیگه رفتی، با کافر دوست دادی، با زن کافر دوست دادی، نشست کردی، مگر آماده نیستی 5 ماه برادر مسلمان تمرش گفتگو بکنی؟ شرکت کنندگان این گرده همایی از بند کردن رسانیدن مواد غذایی به پنشیر انتقاد میکنند. امروز هزارها طفل در پنشیر از گرسنگی به خاطر یک لقمه نان محتاج است، فعلا در همه دروازه ها برایش بند است. ای از دین نیست. اما طالبان بارها گفتند که نیروهای آنان مانع انتقال مواد غذایی به پنشیر نشدند. در موردی که دیگر راه ها برای مردم پنشیر مسدود شده باشه ما تایید نمیتونیم. این نگرانی ها در حال ابراز می شوند که پس از بنبست و گفتگوها میان طالبان و جبهه مقاومت هفته پیش نبرد سخت میان دو طرف آغاز شد و تا اکنون ادامه دارد.